سلام خوش اومدید به کلاس درس امروز میخوایم با هم یک نوع حرکت دایره خاص و خیلی مهم رو تحلیل بکنیم که خیلی از حرکت های که در طبیعت داریم یا در تکنولوژی مدرن داریم هم این نوع حرکت هستن و اسمش از حرکت دایره ای یک نواخت به چه حرکتی میگیم حرکت دایره یک نواخت خیلی ساده است حرکتی که سرعت زاویه ایش ثابت باشه بنابراین سرعت زاویه ای تغییر نمی کند به این میگیم حرکت دایره یک نواخت و بلا فاصله از این نتیجه میشه که در چنین حرکتی سرعت زاویه متوسط برابر هست با سرعت زاویه لحظه چون سرعت زاویه همیشه اومگا هست و در نتیجه سرعت زاویه متوسط هم همیشه برابر با اومگا خواهد بود حالا بیا یک ذرهای رو در نظر بگیریم که من اینجا شکلش رو کشیدم که این ذره من داره از یک نقطه اولیه در زمان صفر شروع میکنه بنابراین در زمان t مساوی با صفر زاویش با محور اکس ها هست ته تا صفر و بعد در زمان تی زاویش با محور ایکس ها میشه ته تا تا تی در این صورت اگر من معادله سرعت متوسط رو برای این ذره بنویسم نتیجه میگیرم که سرعت زاویه متوسط مساوی هست با تغییر زاویه یعنی که از ت تا صفر تا, ته تا تا تی چقدر زاویهش افزایش پیدا کرده تقسیم بر زمانی که طول کشیده این مسیر رو طی بکنی یعنی تی منهای صفر چون اول زمان صفره و بعد زمان میشه تی که این مساوی هست با سرعت زاویه لحظه ای چون ما یک حرکت دایره ای یک نواخت داریم من از این بلافاصله نتیجه میگیرم که معادله مکان زاویه من یعنی در هر لحظه زاویه بر حسب زمان برابر هست با اومگا تی به علاوه تا صفر این یکی از مهمترین رابطه هایی هست که ما در حرکت دایره یک نواخت به دست میاریم و شاید بشه گفت تنها رابطه ای هست که میشه حفظش کرد که اون هم خیلی لزومی نداره حفظش بکنید و خیلی شبیه هست به اون رابطه ی وی تی مساوی هست با ببخشید ایکس تی مساوی هست با و تی به علاوه و صفر خیلی شبیه اون رابطه ای هست که ما در حرکت خطی داشتیم و میبینید که اینجا زاویه رو در هر لحظه من میدونم که برابر هست با سرعت زاویه زب در زمان به علاوه زاویه اولیه البته من این یه خورده تمیز ننوشتم بذارید واضحش بکنم این هست x t مساوی هست با و ت به علاوه صفر که شبیه به این رابطه است حالا در مورد حرکت دایره یک نواخت ما چند تا کمیت فیزیکی خیلی خیلی مهم داریم که من مطمئنم اسمش رو خیلی ها از شما شنیدید قبلا یکی از این کمیت های فیزیکی مهم اسمش هست دوره تناوب که من اون رو با تی نشون میدم و به این شکل تعریف میشه که زمان طی کردن یک دور کامل یعنی زمان طی کردن در حقیقت دو پی رادیان در حرکت دایره یک نواخت رو ما بهش میگیم دوره تناوب واحدش هم که از ثانیه دیگه چون یک زمان هست یعنی وقتی که این جسم من در این نقطه قرار داره حرکت میکنه حرکت میکنه حرکت میکنه حرکت میکنه میاد و برمیگرده به همین نقطه ای که بوده من اگر زمانش رو اندازه بگیرم به اون میگم دوره تناوب خب و اصلا هم مهم نیست که نقطه اولیه حرکت شما کجا باشه یعنی دوره تناوب یک چیزی هست که مستقل از نقطه اولیه حرکت هست و از هر نقطه شروع بکنید چون حرکت یک نواخته دو پی درجه ته دو پی رادیان طی کردن یک زمان یکسانی طول میکشه که ما به اون میگیم دوره تناوب یک متغیر خیلی خیلی مهم دیگه ای که در حرکت دایره یک نواخت وجود داره بسامت هست که در حقیقت فرکانس اسم معروف تری براش هست بسامت لغت فارسیش هست و ما با f نشونش میدیم و به این شکل تعریف میشه که به تعداد دورهایی که پس تعداد دورهایی که در یک ثانیه تی میشه در یک ثانیه طی می شود میگیم فرکانس یا بسامت دقت کنید که من میتونم مثلا یک دور رو در یک ثانیه طی نکنم مثلا یه سوم دور طی بکنم در این صورت بسامت میشه یک سوم بنابراین این لزومی نداره که این یک عدد صحیح باشه و من میدونم که واحد این در نتیجه میشه یک به ثانیه چون تعداد دورهایی هست که در یک ثانیه طی میشه و این یک به ثانیه رو ما با هرتز نشون میدیم حالا بیایید رابطه این دوره تناوب و بسامد رو با همدیگه کشف کنیم که ببینیم که چه رابطه خیلی ساده ای با همدیگه دارن خب کشف رابطه بین این دوتا هم خیلی ساده است دیگه شما بیایید اول از همه فرض بکنید که دوره تناوب هست یک ثانیه در این صورت چه اتفاقی میفته در این صورت بسامت چقدر میشه؟ خب من مطمئنم میدونید که بسامت هم میشه یک هرتز چرا؟ چون وقتی که یک ثانیه طول, میکشه که من یک دور رو تایی بکنم تعداد دورهایی که در یک ثانیه تایی میکنم به صورت بدیهی میشه یک هرتز حالا فرض بکنید مثلا دوره تناوب باشه دو ثانیه یعنی من دو ثانیه طول میکشه که یک دور رو تایی بکنم حالا در یک ثانیه چند دور تایی میکنم؟ نیم دور دیگه یعنی یک دوم هرتز میشه بس آمدم. به همین ترتیب اگه این مثلا باشه سه ثانیه بسامد میشه یک سوم هرتز و اگر شما یک نسبت ساده تشکیل بدید میبینید که تی مساوی میشه با یک افوم یعنی من اگر در تی ثانیه طول بکشه, بکشه که یک دور کامل تی بکنم در یک ثانیه فرکانسم هم یک تیوم خواهد بود یعنی در حقیقت من برعکس این رو الان توضیح دادم نتیجه میگیریم که F مساوی هست با یک تیوم خب حالا که من این رو میدونم من میتونم یک محاسبه دیگه هم صورت بدم و اون اینه که من میدونم که زمان طی کردن یک دور کامل تیه و سرعت زاویه برابر هست با زاویه ای که طی میکنم تقسیم بر زمان که طول میکشه من اون زاویه رو طی بکنم بنابراین سرعت زاویه میشه دو پی یعنی من زاویه ای که طی کنم تقسیم بر تی خب دقت بکنید که یک دور کامل یعنی دو پی رادیان بنابراین سرعت زاویه یک نواخت من میشه زاویه که طی کردم تقسیم بر زمانی که طول کشیده طی بکنم که این مساوی میشه با دو پی ضرب در فرکانس این هم از اون رابطه های خیلی مهم حرکت دایره یک نواخت هست که اگر شما دوره تناوب رو داشته باشید یا فرکانس رو داشته باشید میتونید به راحتی سرعت زاویه ای رو در اون به دست بیارید خب حالا بیایید با هم یک مثال حل بکنیم از این چیزهایی که تا الان یاد گرفتیم بذارید من یک شکلی بیارم شما این هلیکوپتری که من اینجا آوردم رو نگاه بکنید فرض بکنید که این هلیکوپتر من یکی از مثالهای تمرین های آخری کتاب درسی هست این هلیکوپتر من 900 دور در دقیقه پرهاش پر میچرخن سوال... سوالی که از ما پرسیده شده اینه که بسامد دوره تناوب و سرعت زاویه این حرکت رو پیدا بکنیم خب من مطمئنم شما خیلی راحت میتونید این رو حل بکنید اول از همه من باید بگم که این داره 900 دور میچرخه در یک دقیقه بنابراین چند دور میچرخه در یک ثانیه این x رو من باید حساب بکنم که این به راحتی میشه 900 تقسیم بر 60 چون یک دقیقه هست 60 ثانیه و بنابراین این میشه 15 دور در ثانیه بنابراین فرکانس حرکت من میشه 15 دقت کنید که این تعریف فرکانس از تعداد دورهایی که در یک ثانیه طی میشه میشه فرکانس بنابراین من از این بلافاصله فاصله نتیجه میگیرم که دوره تناوب هست یک 15 ثانیه این هم واحدش بود هرتز دوره تناوب میشه یک 15 ثانیه و از این دوتا هر کدوم که میخواید استفاده بکنید به راحتی به دست میارید که سرعت زاویه ای میشه دو پی ضرب در 15 رادیان بر ثانیه چون دو پی اف هست یا دو پی تقسیم بر t پس میبینید که به راحتی شما اگر یکی از این سه متغیر رو داشته باشید یعنی دوره تناوب فرکانس یا سرعت زاویه میتونید بقیهشون رو به راحتی بازسازی بکنید در کلاس درس بعد حرکت دایره ای رو ادامه میدیم